عرض کنم که من متولد 1333 هجری در قریه به نام بستوگ مربوط اولسوالی ورس و بامیان متولد شده هم که زادگاه ما قریه بستوگ اسم دارد. اولین بار که من روزه خواندم 7 سال سن داشتم. شب لیلت القدر خوب یادم میاد، شب 23 لیلت القدر بود. وقتی که ما گفتیم ما امشب روزه میخوانیم، دیگرها ما را منع میکرد، ما به زور بلند شدیم روی منظر شروع کردیم به خواندن. خوب یادم میاد که از علی اکبر روزه خواندیم، ایرم از مردم یاد گرفته بودیم. البته وقت سوادی همچنانی هیچ نداشتم، فقط از مردم یاد گرفته بودم که او شعرها یادم امالی هم است که امالی هم مامور میخوانیم. اکبر جوانی مالی قا افتاد در خاکی سیاه، رو کرد و سوی خیمگا، بابا بیا بابا بیا. من شب یای پیغمبرم، از تیغ و بشکست سرم، در خون فتاد پیکرم، بابا بیا بابا بیا. از شعرهایی که خودم اختراع کرده بودم روزه، اینمی روزه را اولین روزه ای بوده که ما اختراع کردیم. وقتی که نعش علی اکبر از میدان به قاش زین ذوالجناح گرفت، امام حسین طرف خیمه می آورد، سکینه نازدانه به تله زینبیه استاده بود، دید که پدرش حسین نعش علی اکبر بر قاش زین ذوالجناح گرفت و در او خیمه می آورد. یه نمینج صدا زد، عمه جان زینب خدا بخیر کنه، بیا چی منظره ای را مشاهده میکنی؟ آه گفت بیا ای عمه ای مظلومی مستر، بودین نبودین آمد زی میدان نشی اکبرم. آه خوشی از این بوبین شمس و هلال است، قدی بابم حسین خم مثل دال است،
شمع آله روزگارش کشاند از یمین سوی یسارش دو زلفین شمع آله کرده تقسیم گمانم سوی جنت گشت عظیم زنان و دختران همه به سر رای ناش علی اکبر حرکت کردن ناله و فریاد و علی ها گفت و سر و سینه نزد ولی حسین صدا گفت نگوید این چون حرفی پرایشان علی اکبر نمرده وی عزیزان با صحرا رفته در سیلی بهارست با همراه رفیقان در شکارست با همراه رفیقان در شکارست مردم افغانستان، مردم هزاره و بالخصوص مردم بامیان یک عقیده و خلوص بسیار قرصی برای ایمه برای ذریه رسول خدا از امام حسین علیه السلام داریم که این یک سنت بسیار بزرگ در اعماق قلبهای ما جاگزین شده و ما به نام محرم هر سال سال شهادت امام حسین و قیام شصتیت امام حسین را ما مردم تجلیل میکنیم و در عاشورا نذرات ها، خیرات ها، توسلات ها، تصدقات ها داریم و خواندن میکنیم و لذا این موضوع برای همه ماها یک حرفه شده که از روی خلوص نیت و کنون هم که امروز 12 ماه صفر است و 40 امام حسین علیه السلام 8 روز بیشتر نمانده راجع در موضوع 40 هم همون نیت خاص خودش را از عاشورا جدا نیست اگر عاشورا نبودی 40 وجود نداشت و اکنون که عاشورا به وقع پیوسته 40 هم به دنبال عاشورا است گفته زنان بیرون شدید از خانه ها محشری در شهر گردیده بپا اون زن آنی را که کردیم خار و زار می رود امروز از این شهر و دیار می رود امروز و روزی دیگر است وای از این دنیا عجب زود گذر است زنها همه زنهای شام از خانه ها بیرون شد روی جاده صف کشید بعضی بالای بام اما این زنها گریه میکرد یک وقت زینب متوجه شد بابا این زنها چقدر عوض شده گریه میکنه زینب که خاندانی کرامت و کریم است برای ایشان طعنه نزد ولی از ایشان تشکری میکنه معذرت خواهی زینب میکنه گفته در باموها ای زنانی می زبان حافی از خدا مودتی یک چند و همسایه بودم آی عفوسا از دیگر که جرمی کرده ایم گرچی سن های شما فرقم شکست وای بینگرید بازم همون دنیا گذشت راجع در موضوعی که ثواب ندارم از ثواب که خیلی راضی نیم چون نخوندم تحصیل نکردم گفتم که سلب توفیق شدیم از تحصیل ولی خداوند برای من یک استعداد داد که خلاصه یک انگیزه شعرسازی را خدا برای من مرحمت کرد
حتی ما میخوایم وقتی که در روی شعر تصمیم بگیرم که شعر بسازم، خود در یک وطاق زندانی قرار میدیم، کسی دیگر پهلوی خود نمیگذاریم. وقتی که یک داستان را میخوایم بسازیم شعری، اونقدر روی موج قرار میگیریم که حتی دیگر از حالت طبیعی خودم خارج میشم. یک وقتی متوجه میشم، حساب میکنیم که 80 نکته شعر در این داستان ساخته شده و بعدش خودم تصمیم میگیریم که حالا دیگه یه رو بس و خستم میشیم. اکثر از شعرها شب ساخته میشه، شب میسازیم چون اون موقع حواسم جمعه و بعد از او یا خواب میه یا خستم میشیم، استراحت میکنیم. این تازگی نداره. ما تقریبا تکلیف نرسیده بودیم، در نماز نرسیده بودیم که ما شاعر بودیم، یعنی می شعرها را می ساختیم. و البته چیزهایی که قبل از اون خیلی مطالعه نداشتیم، بعضی چیزهای شعرهای خود ما از شعرهای خود ایراد می گیریم و او رو اصلاح می کنیم. خیلیش لغویه، اما روزه را خیلی لغوی نمی سازیم، به خاطری که زن، بچه، خورد، بزرگ، زری روزه جمع میشه، باید اینا محروم نمانه. هر نکتر باید روان فارسی اختراع کنم و بخونم که همه بچه های 6 ساله و 7 ساله هم بفهمه که این اینتر خوان، این اینتر گفت. ما چون در ابتدایی یه مقدار تحصیل البته کردیم در مدرسه دینی، در مساجد، در منابرها، ولی پیش روحانیت و از این سوی دیگه دو پشت پدران ما خودشان روحانی بود، کاکایم، عمویم روحانی بود، مامایم روحانی بود و پدر جدم روحانی بود، مادر جدم روحانی بود، ماماهایم روحانی بود. از این لحاظ ما پشت به پشت روحانی بودیم. میگه در آسیا درایی به آرد نیایی. آدم که پهلوی روحانی بود اگر نخوانم چیزایی را یاد میگیره. بامیان، چی در بامیان باشیم، چی در کابل باشیم، چی در قریجاتمان باشیم، یعنی سنت و قدامتی که ما داریم همه احیایش دست ماست، همه روزه ای را دنبال میکنیم. و اضافه ای که عاشورا را ما تعریف کردیم که سال یک مرتبه تجلیل از قیام امام حسین به وجود می آوریم و عزاداری ها داریم، سخنرانی ها داریم، تبلیغات های امر به معروف و نهی از منکر داریم. و اضافه اون در کابل هم چی در مساجد و چی در خانه های خودمان هفته خانی من را ترک و تعطیل نمی کنیم. همون طوری که حضرت رسول اکرم علیه السلام فرمودن که هر چیزی از خود یک سیدی دارن، اما سید قرآن سوره یاسین است و سید سال ماه رمضان است و سید ایام روزه های جمعه است. ما این سید ایام را در هر جایی که باشیم این قدامت داره که از قدیم و ندیم از پدران ما بر ما سنت گذاشته شده، ما ترک نمی کنیم. Oh,
عشق تن بازر خاک و سرم دردنش آمفت سلا آمی هزینتی شاخی درخت سلا آمی هزینتی مج علیس پای تخت. ما سبتهایی که میخوانیم چند سبت بلدیم، همونطور که شعر میسازیم سبتم خودیم میسازیم مطابق حنجره خودم. سبت بسیار هموار که زهری صدا خارج نشود. آدم سه قسم صدا از گلون آدم خارج میشه، یک خیلی ملایمه که اون نمیتونه خود به گوش و سمع مردم برسونه و به اون طور قدر کافی رسانده نمیتونه، و یک حد وسط است که اون بسیار نرم و ملایم و هموار میره، خیلی زیبا و شیرین تمام میشه، و یک سبت که دیگر از حنجره صدا بلند میشه که تلخ و زهر صدا را بسیار ککرک خارج میکنه، او دیگه میدان گرفتن نمیتونه و جاذب و جالب نیست. ما اینا را از حد وسط انتخاب کردیم، همونطور که میگه خیر الامور اوسطها. ای مرد علام پیشانر دسته های ادب و سینه گرا سلام بکنه به شخصی گریم، اما با عدل و جواب سلامش را چگونه میدهد؟ گفتا که حالا ما خواندیم شما گوش کردید، اینمی سمت کل هزاره های بامیان هست و تمام هزاره های بامیان اینمی سبتش هست. اون تا مقدار توفیر داره، بعضی صدایش ضعیفه، بعضی صدایش خیلی تلخ و تونده، اینی ترگویی که جالب واقع میشه امو سبت وسط هسته، حنجره رو وسط قرار میده، صوت از حنجره به حال وسط خارج میکنه. این کلش سبت مردم هزاره ده بامیانی هستن، در هر جایی که هستن سبت هزارگی. تلخترین خاطره در زندگی نمی گذشت که خلاصه بدبختی های اقتصادی طرف از ما حمله ور شد. از یک طرف زراعت ها یک خشکابی 7 سال قحطی آمد که دنیا او رو می دانه، ما به اصطلاح یک او حاصل و یک کلو حاصل هم از زمین های برداشته نتونست، کلنش گو بفروش، گزفن بفروش، خوردنی و خرید برای اهل و عیال تهیه کن. اینمی بسیار تلخترین زندگانی در این مزی گذشت. 7 سال کم نیه، 7 سال باران نبارید از آسمان، زمین یک دم زمین ها بوره بود، گیاه زمین نمی روید. اینی از خاطره های تلخترینی است. و خاطره ای که ما بسیار خوش تر کردیم، ما یک 6 سال در یک منطقه دوردست مرا آخون برده بود، انتخاب کرده بود، اونمونج ساتن بسیار با اون مردم تر بود، اقتصاد ما را اونها بسیار کمک کرد. اونا برای ما در اون زمان 60 میلیون پول در هر سال میداد. مرا پولم پولی او زمان بود، نه یالی فعلی. اونمو تمام مشکلات های اقتصادی از من تا جایی را اونمو حل میکرد. 6 سال یعنی می رقم امو مردم اما را منجی برد، یعنی می تو روزه می خوندیم و بچایش را درس قرآن می دادیم، یعنی می رقم. و وقتی که ما را می خواست طرف خانه می داره، سال که پورا می شد 60 میلیون پول او را که در دو تنگ خورجین به اصطلاح جاسازی میکرد، پشت اولاق بار میکرد میآورد. یک 20 نفر همراهی از من میمد، یک 2 شاو میماندیم و اسلحه همراهی خودشان میآورد برای ساتیری که شادیانه بزنی. یک 2 شاو ما اینا رو نگاه میکردیم،
یک دو گوسفند میکشتم اینا مصرف از اینا میشد اینا بعد مرفت. یعنی 5-6 سال خوشترین خاطره زندگی از ما سر متر شد که دیگه اونو خاطره رو ما دیگه ندیدم بعد از اون.